با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان و با عرض درود سلام خدمت تک تک شما عزیزان و همراهان گرامی کانال سرخط. خیلی متشکرم که مثل همیشه با ما همراه هستین. خب حتما این روزا تو نت در مورد فشاری شدن شنیدین دیگه. شاید بعضی از دوستان معنی دقیق این اصطلاح رو ندونن. در یک کلام بخوام توضیح بدم، حال این روزا اسرائیل و هوا دارشه. یه آکانت اسرائیلی با توییت زدن به زبان فارسی نوشته به ایران حمله میکنیم. آیدی کوهن هم تو یه پیام توییتری تهدید کرده که سوگند به پروردگار موسی، ارباباند آخوند شما به خوبی میدانند که اگر در هر نقطه از جهان 9 اسرائیلی را میکشتید، حتی اگر در ایران بود ایران را به کلی ویران میکردیم و منوره صهیونیستی را بر سر قم و تهران بلند میکردیم. به اعراب بخند، بنرهای شما فقط روی اعراب است. به هر حال خب این ترجمه توییتر هست دیگه، ولی باید این نکته رو خدمتتون عرض کنم که این پیاما به معنای کامل کلمه فشاری شدن رو توضیح میده. در حالی که اینا دارن اینجوری شاخشونه میکشن، اما ارباباشون دنبال اینن که تعهد امنیتی بگیرن تا کله پا نشن. 5 منبع مطلع که خواستار فاش نشدن هویتشان شدند، در گفتگو با خبرگزاری بلومبرگ گفتند که امارات و اسرائیل که پیشتر با هم دشمنی داشتند و روابط دیپلماتیک را در سال 2020 به دنبال پیمان ابراهیم برقرار کردند، خواستار رویکردی منسجم هستند که شامل تقویت دفاع موشکی و اشتراک اطلاعات است. 3 نفر از این افراد گفتند که اسرائیل و امارات به طور جداگانه با مقامات دولت بایدن تماس گرفتند، اما در بحبوحه نگرانی از اینکه ایران از درآمدهای بادآورده نفتی خود برای انتقال وجوه بیشتر به گروه‌های نیابتی مسلح در سراسر خاورمیانه استفاده کند، با یکدیگر هماهنگی می‌کنند. یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا هم گفت که ایالات متحده به منطقه متعهد است که شرکای آن از تجاوز خارجی در امان باشند و با آنها برای مقابله با تهدیدات ایران همکاری می‌کند. به گفته یک مقام ارشد دولت بایدن، بحث‌های مداومی در مورد چشم‌انداز تهدید وجود دارد. این مقام تعهد ایالات متحده به یک طرح خاص یا جدید را تایید نکرد. وزارت خارجه اسرائیل از اظهار نظر درباره این خبر خودداری کرده است، در حالی که وزارت دفاع این کشور به درخواست برای اظهار نظر پاسخی نداده است. وزارت خارجه امارات متحده عربی نیز به ایمیلی که تقاضای اظهار نظر رسمی داشت پاسخ نداد. از اینجا تا بیت المقدس 2 نقطه پرانتز. البته برانداز جماعت باور داره که اسرائیل تو تهران هر روز دیوار صوتی میشکنه، ولی خودمونیم بهشون حق بدین. تو همین 48 ساعت اونقدر ضربه خوردن که دیگه توان ایستادن و خط و نشون کشیدن ندارن. شبکه‌ای که قصد خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای فوردو داشت دستگیر می‌شود. خبر کوتاه بود، اما ابعاد این دستگیری بسیار پیچیده بود. شبکه‌ای که توسط سربازان گمنام امام زمان در اطلاعات سپاه زیر ضربه می‌رود و افراد آن دستگیر می‌شود. رژیم صهیونیستی سالها به دنبال خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای فوردو به عنوان یکی از مهمترین تأسیسات هسته‌ای ایران بود که البته تا کنون موفق نشده بود. روشن که شد کلمه افسران رژیم صهیونیستی تلاش می‌کنند در یک روش جدید به یکی از کارمندان قسمت IR6 این مجموعه نزدیک شوند. برای این کار در شناسایی‌های خود یکی از همسایگان این کارمند را جذب کرده و با دادن پول نقد و خریدن لپتاپ، توکن و موبایل در مدت کوتاهی نحوه ارتباطگیری امن را به این فرد آموزش می‌دهند. حالا من الان بخوام پیام متنی فقط بنویسم، شماره 1 رو میزنم، اینتر رو میزنم. سپس به کارمند تأسیسات جهت جمع‌آوری اطلاعات نزدیک می‌شوند. تمامی دستمزدها به صورت نقد و ارز دیجیتال رد و بدل می‌شود تا مسیر شناسایی نشود. وقتی پول رو گرفت خیلی خوشحال شد. افسر جاسوسی اسرائیل ابتدا با پوشش یک شرکت هنگ‌کنگی و با کمک فرد واسط با کارمند فوردو ارتباط می‌گیرد. در این ارتباط سفارش نرم‌افزاری می‌دهد و مرحله به مرحله در پروژه‌های مختلف به این مسئول نزدیک‌تر می‌شود. و حالا فرد کارمند از هویت واقعی افسر جاسوسی با خبر شده و با او همکاری می کند. اما تمام این مراحل در طور اطلاعات سربازان گمنام سپاه قرار داشت تا به سرشبکه اصلی برسند.
فرماندهی سپاه هسته‌ای با همکاری فرماندهی ضد جاسوسی اطلاعات سپاه توانست مانع یکی از خرابکاری‌های بزرگ در تأسیسات هسته‌ای فردو شوند. شبکه‌ای که تلاش کرد قبل از تعطیلات نوروز اقدام خود را عملی کند تا دل افکار عمومی را خالی کند. جزئیات تکمیلی این شبکه به زودی منتشر خواهد شد. همه این گزارش یه طرف، اون فرماندهی سپاه هسته‌ای یه طرف، پشت همین اسم یه دنیا معنی و مفهوم نهفته است. شرکت نتبلاکس اختلال گسترده در شبکه‌های دولتی اسرائیل رو تایید کرد. دولت بنت وضعیت اضطراری اعلام کرد. مقامات نظامی اسرائیل گفتن که این بزرگترین حمله سایبری تاریخ اسرائیل بوده. به نظرتون کار کی بوده؟ مدیونید اگه اشتباه حد بزنید. میشنویم بعضی موقع آتش‌سوزی میشه، کشتی‌هاشون منفجر میشه، کارخونه منفجر شد. به نظر ما هم خدایی داریم دیگه. به نظرم برای درک بهتر عملیات ویژه سپاه پاسداران در عمق استراتژیک اسرائیل، آخرین پیام رهبر انقلاب رو با دقت بخونیم. در حال عبور از یک پیچ تاریخی هستیم. خیلی ازتون ممنونم که تا انتهای این ویدیو با کانال سرخط همراه بودین. لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنین تا یه ویدیوی دیگه در پناه حق.